انتصابات فرمایشی جمهوری اسلامی برای انتخاب جانشین ابراهیم رئیسی در روزهای 8 و 15 تیر ماه در دو دور برگزار شد. در جریان این نمایش حکومتی جناح‌های مختلف اصولگرا با کاندیدهای خود حاضر شدند و بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان هم در حمایت از مسعود پزشکیان در انتخابات جلو آمدند و به گرم کردن تنور این مضحکه برای علی خامنه‌ای کمک کردند. اقدامی که نهایتاً به انتصاب نماینده مطبوعشان یعنی مسعود پزشکیان به سمت ریاست دولت جمهوری اسلامی منجر شد. اما هرچه حکومت در کلیت خود مشغول پروپاگاندا برای بالا بردن میزان مشارکت بود، مردم ایران با بی‌اعتنایی کامل به این نمایش حکومتی هر دو دور انتخابات را بایکوت کردند. این مسئله چنان گسترده بود که حتی وزارت کشور جمهوری اسلامی هم که آمارش معمولاً چندین برابر بزرگتر از ارقام واقعی است، نتوانست میزان رای دهندگان را بالاتر از 40% اعلام کند. خلاصه نتیجه این شد که صدای خامنه‌ای هم در آمد و تلویحاً تایید کرد که بخش بزرگی از جامعه که در انتخابات شرکت نکردند مخالفین نظام جمهوری اسلامی هستند. اما در دوره پس انتخابات که پزشکیان دولت تشکیل می‌دهد، سوالات زیادی باقی مانده که باید پاسخی برای آنها پیدا کرد. سوالاتی مثل این که سیاست و رویکرد حکومت دستخوش چه تغییراتی خواهد شد؟ همینطور این که آیا خامنه‌ای به دنبال نرمش قهرمانانه دیگری است؟ یا اینکه اصلاح طلبان این بار چه ماری در آستین دارند و شاید از همه سوالات مهمتر در شرایط کنونی تکلیف انقلاب زن زندگی آزادی چه می شود و عرصه‌ای که پیش روی فعالین و تشکل‌های دست‌اندرکار انقلاب است از چه مختصاتی برخوردار است؟ سلام و درود میفرستم به همه شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید. من میثم عتیق هستم و به همراه سایر دست‌اندرکاران برنامه نیم نگاه امروز چهارشنبه 20 تیر 1403 برابر با 10 ژوئیه 2024 رو به شما عزیزان تقدیم میکنیم. در برنامه امروز برای اینکه صحبت کنیم در رابطه با انتخابات جمهوری اسلامی و مختصات دوره پس از اون، در 3 مهمان رو دعوت کردیم که همراه ما باشند: شادی امین و همینطور کیوان صمدی و کیان آذر. به عرصه شما خوش آمد میگم. ممنون که دعوت ما رو برای این برنامه پذیرفتید. سعی میکنیم از جوانب مختلف در این برنامه موضوعات رو باز کنیم و تا جایی که فرصت برنامه اجازه بده فرصت کافی هم به شما بدیم. اما گفتگو رو در اینجا سعی میکنیم در بخش اول برنامه با شادی امین شروع بکنیم. شادی امین، شاید بهتر باشه برای سوال اول به این پاسخ بدیم که اساسا ارزیابی شما از این انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی که برگزار شد چی است و شما فکر میکنید موقعیت جمهوری اسلامی بعد از این انتخابات چطور تغییر کرده؟ من صدای شما رو ندارم، فکر کنم میوت هستید. کاملا درسته، حدستون درست بود، من میکروفون رو قطع کردم. خسته نباشید میگم و سلام میکنم به تمام بینندگان عزیز برنامه و همینطور کیوان و کیان عزیز و امیدوارم بحث خوبی رو تو این رابطه داشته باشیم. خب سوال کلیه، ارزیابی از این انتخابات به اصطلاح که قبل از اون هم خب در بحث‌های مربوط به این موضوع من مطرح کرده بودم. برای من این بودش که جمهوری اسلامی دو تا انتخاب داره بین پزشکیان، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، هر کدوم در یک عرصه داخلی و عرصه بین‌المللی مفیدترن برای جمهوری اسلامی و میتونن آن چیزی رو که میخواد نمایش بدن. در عرصه بین‌المللی حضور پزشکیان میتونست باعث این بشه که بسیاری از احزابی که تاکنون هم توی این کشورها از جناح اصلاح طلبی در حاکمیت ایران دفاع کردن و دنبال بهانه بودن
برای اینکه بتونن روابطشون رو آشکارا محکم‌تر بکنن، چه روابط اقتصادی چه سیاسی فرهنگیشون رو، زمینه برای این کار گشوده میشه براشون. از توی دیگه جلیلی اون چهره ایست که در داخل سیاستاشون رو براشون بهتر میتونه پیش ببره، چون بیرون آوردن مسعود پزشکیان، دقت کنید، با 13.5 میلیون رای طبق آمار خودشون، یعنی نزدیک به 5 میلیون رای کمتر از حتی رئیسی که به عنوان قاتل 67 مطرح بود، پزشکیان با این سر و وضع و با این ادعاها رأی کمتری رو به خودش اختصاص داده. یعنی مردم یه نه بزرگ به جمهوری اسلامی گفتن و اینو باید جدی بگیریم. در این حال حواسمون باشه که با این وجود ما نتونستیم هنوز عدم حضور در انتخابات رو گره بزنیم با فعالیت مشخص علیه جمهوری اسلامی به شکل سازماندهی شده در جاهایی که میتونه زانوی رژیم رو خم بکنه. چرا جلیلی به نظر من براشون مناسب تر بود در عرصه داخلی؟ کوتاه بگم برای اینکه خسته کننده هم نشه برای دوستان. من فکر میکنم که حتی تیپی مثل پزشکیان که از ابتدای قدرتگیری جمهوری اسلامی در خدمت رهبری وقت یعنی خمینی و امروز در خدمت رهبری وقت جمهوری اسلامی یعنی خامنه‌ای قدم برداشته و سیاست‌های ارتجاعی اونا رو در رابطه با زنان، در رابطه با مسائلی که یکی از مسائل باعث خشونت در این جامعه بوده، یعنی تحجر و عقب موندگی نسبت به زنان رو، پزشکیان در جاهای مختلف به بهترین وجهی در خدمت جمهوری اسلامی در موردش عمل کرده، من جمله اینکه ممنوع بکنه معاینه زنان رو در دانشکده پزشکی در همون اوایل انقلاب و خیلی چیزای دیگه که بهش افتخار میکنه. برای همین اینکه پزشکیان در داخل به لحاظ سیاست داخلی با ادعاهایی که کرده وقتی رئیس جمهور بشه، مردم انتظارات بیشتری رو بیان خواهند کرد. اگر اینو گره بزنیم با شجاعت حاصل از انقلاب ژینا و جنبش زن زندگی آزادی، بعد متوجه میشیم که چه آتش زیر خاکستری در جامعه ایران امروز شاهدش هستیم. بله شادی، همین اتفاقا به همین نکاتی که بخشند اشاره کردین بهش خواهیم پرداخت در بخشای قبلی. یه خورده سوال عمومی‌تر و کلی‌تر رو تو این بخش انتخاب کردیم که اساسا بدونیم با چه رویکردی هر کدوم از شما نگاه میکنید به این پدیده‌ای که پشت سر گذاشتیم. در همین رابطه کیوان صمدی، سوال من از شما همین هست که شما ارزیابیتون چه هست از این انتصاباتی که پشت سر گذاشتیم و فکر میکنید این میزان عدم مشارکتی که حتی بر اساس آمار خود حکومت هم 60% بود، چه پیام سیاسی از سوی مردم رو در پی داشت برای حکومت؟ خب ببینید، جمهوری اسلامی از یک عدم مشروعیت شدید داره رنج میبره در داخل، اما جمهوری اسلامی مشکل اصلیش الان فشارهای جهانی هستش که روش هست و درگیری هایی که ممکنه رخ بده و اون رو درگیر خودش کنه، مثل جنگ لبنان و یمن. برای همین جمهوری اسلامی دنبال این بود که بتونه با سیاست‌های خارجی که اصلاح طلبان در پیش میگیرن خودش رو بسیار نرمتر نشون بده در مجامع بین المللی و یک چهره جدید رو معرفی میکنه به عنوان پزشکیان که بله ایشون پزشک هسته، جراح قلبه، تحصیل کرده است، واقعا دکتراش تقلبی نیست و این آدم درستیه، پس ما تغییر کردیم. این چهره ای بود که جمهوری اسلامی میخواست از خودش در غرب نشون بده تا بتونه اون فشارهایی که الان از سوی کشورهای جهانی علیهش وجود داره رو کمی کاهش بده و بتونه یک نفسی بکشه، همون کاری که سابقا هم انجام داده و با آوردن رئیس جمهورهای اصلاح طلب یا نماینده های اصلاح طلب در مجلس تلاش کرده که یک وجهه بهتری از خودش در مجامع بین المللی نشون بده. اما اون چیزی که مردم داخل انجام دادن همون شعاری بود که قبلها هم داده بودن که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، و واقعا در این انتخابات ماجرا رو براشون تموم کردن و وقتی 60% کشوری
حتی با آماری که خود جمهوری اسلامی داره میگه، اگر اون رو بپذیریم، وقتی 60% یک کشور، یک واجدین شرایطی کشور به شما نمیگن، خب شما باید به نظر من به این نتیجه برسید که دارید راه اشتباه میرید. اما خب جمهوری اسلامی دنبال این نیست که به این نتیجه برسه، دنبال اینه که فقط بتونه طول عمر خودش رو طولانی تر کنه. و با یک حکومت اصلاحات که یک فردی رو میاره سر کار که کردی صحبت میکنه، ترکی صحبت میکنه، یک وجهه بهتری هم از خودش نشون بده که بله من یک ترک رو رئیس جمهور خودم کردم. این شایعه که ما تبعیض اتنیکی داریم اشتباه دروغ، چون این فرد در کردستان به دنیا اومده، ترکی داره حرف میزنه، پس این حرفایی که میگن که ما تبعیضی بر اساس اتنیک داریم در داخل کشور، این اشتباهه، در حالی که اینطور نیست. و ما میبینیم که شروع به کار آیه پزشکی هم مساوی میشه با حمله به خونه دایی من و کشتن یک کولبر و زخمی شدن 5 نفر دیگه که همین چند روز پیش پر روز اتفاق میفته. پس ما نتیجه میگیریم که جمهوری اسلامی روی کردش همانه، ولی فقط کمی گلگلیش کرد. مرسی. سپاس از شما و متاسفم بابت این اتفاقی که گفتین. در روزهای گذشته در خبرها خبرهای بسیار نگران کننده ای رو داشتیم از وضعیت کولبران و حملاتی که نیروهای جمهوری اسلامی علیه اونا سازمان دادن. اما کیان آذر، از شما در همین رابطه میخواستم، شما چجور دیدید این انتخاباتی که برگزار شد، انتخابات توی گیومه؟ قطعا شما آیا فکر میکنید جامعه و جمهوری اسلامی با این انتخاباتی که پشت سر گذاشتن وارد یه فاز جدید تقابل با هم دیگه شدن؟ من هم سلام میکنم به بینندگان گرامی و همچنین به شادی عزیز و کیوان عزیز. در رابطه با سوالی که مطرح کردی، این رو من باید بگم که این مسئله‌ای که به عنوان انتخابات جمهوری اسلامی برگزار کرد تبدیل شد به یک عرصه کشمکش و جدال بین اکثریت جامعه ایران با این حکومت، مثل تمام روندهای قبلی که شاهدش بودیم که اتفاق می افتاد. مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی و چالش کردن و چالش کشیدن این حکومت توسط اکثریت جامعه چیزی بود که برجسته می شد. در رابطه با این مسئله هم همین اتفاق افتاد. جمهوری اسلامی، حالا جدا از اینکه برای رئیس چه اتفاقی افتاده و چه به اصطلاح آیا واقعا هلیکوپتری سقوط کرده یا مثلا سقوط به سقوط کشوندنش و اینا، بیشتر نماد این مسئله هست حکومت هایی که در دوره های پایانی به اصطلاح عمرشون هستن، ما شاهد این هستیم یک به یک ارکانشون در هم میشکنن و مرگ دولت رئیسی هم به یک شکلی نماد مرگ جمهوری اسلامی بود و به اصطلاح در پی اون برگزاری این مضحکه انتخاباتی که بخواد به اصطلاح رئیس دولت بعدی رو انتخاب بکنه، همونطور که گفتم عرصه کشمکشی بود بین اکثریت جامعه با این حکومت. توی این دوره ما خب 1400 رو اول که بخوایم بهش برگردیم، می‌بینیم اونجا هم خانواده های دادخواه که آبان 98 بیشتر فعال بودن، اونجا هم رأی ما سرنگونی رو میدادن. این بار اما علاوه بر رأی ما سرنگونی که به اصطلاح تکرار همون مسئله بود، اما توی یک فضای جدید، توی شرایطی که انقلاب زن زندگی آزادی اتفاق افتاده و کاملا دگرگون کرده به اصطلاح وضعیت جامعه ایران رو، ما میبینیم که انتخاب ما، پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی یا زن زندگی آزادی هستش، هم اضافه شده به رأی ما سرنگونی. و ما میبینیم که فقط با مسئله به اصطلاح بایکوت این مضحک انتخاباتی روبرو نیستیم، با یک جامعه فعال روبرو هستیم که داره همه جانبه این حکومت رو به چالش میکشه. و ما در رابطه با همین مسئله انتخابات دیدیم که انواع اقسام به اصطلاح فعالیت های میدانی، فعالیت های مختلفی که در عرصه های مختلف جامعه شکل گرفت، از طرف فعالین انقلاب زن زندگی آزادی، جنبش های اعتراضی که بودن که عرض اندام کردن در مقابل جمهوری اسلامی، که این نشانگر یک وضعیت مشخصی هستش که همونطور که در اول صحبتم گفتم
جامعه ای که اومده و میخواد این حکومت رو سرنگون بکنه و داره تمام تلاشش رو میکنه از موقعیت هایی که پیدا میکنه تا بتونه این مسئله سرنگونی رو به سمت جلو ببره. در رابطه با مضحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی هم دقیقاً این اتفاق افتاد. ما شاهد پیشروی انقلاب زن زندگی آزادی بودیم در مقابل جمهوری اسلامی و در هم شکستن ارکان این حکومت در مقابل مردم. خب اینجا میخوام به یه مسئله دیگه بپردازیم که اشاره بخشن کردین. هر جوری که بود جمهوری اسلامی این انتصابات رو پشت سر گذاشت با هر گرد و خاک و پروپاگاندا و بحرانی که بود، بالاخره مسعود پزشکیان از جناح اصلاح طلب حکومت از قره بیرون اومد و کردنش رئیس دولت. که میخوام راجع به این بپردازیم و اینکه چه چشم اندازی رو در برابر جامعه ایران قرار میده این دولت. که ایوان صمدی با شما میخواستم شروع کنم این بخش رو. خب طبعا وقتی اصلاح طلبا به قدرت برمیگردن، اونم بعد از خیلی سال که مورد غضب خامنه ای بودن، نمیتونه الان بدون اجازه و چراغ سبز خامنه ای انجام شده باشه. شما فکر میکنید خامنه ای و کلا هسته مرکزی جمهوری اسلامی از میدون دادن اصلاح طلبا چه اهدافی رو دنبال میکنن و چقدر میتونن در رسیدن به این اهداف موفق باشن؟ خب همونطور که در بخش اول حرفام هم اشاره کردم و شادی جان هم به خوبی اشاره کردن، جمهوری اسلامی به یک کاهش فشار نیاز داره و این رو با سیاست‌های خارجیش میتونه انجام بده. اصلاح طلبان در خارج از کشور وجه بهتری دارن، چون پول بیشتری برای لوبیگری و برای ساختن یک چهره بهتر از جمهوری اسلامی خرج میکنن. وزرای خارجه مثل ظریف رو استخدام میکنن که برمیگرده میگه که اینها انتخاب مردم ماست، مردم ما خودشون انتخاب کردن که گرسنه باشن و تحریم ها رو تحمل کنن، مردم ما خودشون انتخاب کردن که روی سری سرشون کنه و این بخشی از فرهنگ ماست. این سبک از ادبیات ادبیاتیه که مخصوص اصلاح طلبان هستش در سیاست های خارجی و آیه خامنه‌ای هم از همین روش استفاده کرده، یعنی ناچار شده دوباره به خب که ایوان صمدی این چیزی که بهش میگین ناچار شدن، خب اولا خیلی وعده و وعید عجیب غریبی مثل بقیه اصلاح طلبات تو دورهای قبلی پزشکیان نداد و دائما تاکید میکرد که خط خامنه‌ای رو داره پیش میبره و از طرف دیگه همین روز قبل هم شاهد بودیم که به حسن نصرالله و چهره‌های مثل اون نامه داد. اینا آیا نشانه‌ای از این نیست که خبری از تغییر تو سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی نیست؟ ببینید جمهوری اسلامی سیاست‌های آقای خامنه‌ای رو دنبال می‌کنه، حالا چه اصلاح طلب باشه چه اصولگرا باشه، اما بحثی که هست اینه که آقای پزشکیان می‌خواد وجهی بهتری از جمهوری اسلامی در غرب رو نشون بده. ما در دوران آیه روحانی هم همین رو داشتیم، یعنی جمهوری اسلامی یک واکنش های سفت و سختی رو در داخل انجام میداد، کمک میکرد به حوثی ها، کمک میکرد به خیلی های دیگه که جنگ های نیابتی رو پیش ببرن، ولی خب وقتی میرفت در ژنو مینشست در مورد صلح جهانی حرف میزد. خب این روی کرد جمهوری اسلامی هستش و آیه خامنه‌ای میخواد با استفاده از اصلاح طلبان اون فشاری که جنبش زن زندگی آزادی از خارج کشور به جمهوری اسلامی آورده و از داخل هم که از عدم مشروعیت رنج میبره رو کمی بازیابی کنه، که خوشبختانه نمیتونه. چرا؟ چون که همونطور که شما گفتید وقتی پزشکیان میاد و در مورد بیعتش با حزب الله و پوتین حرف میزنه، خب از همون اول خطش رو مشخص کرده و خطش رو کنار پوتین و چین کشیده و گفته من همون سیاست قبلی رو ادامه میدم. اما بحث اینه که الان لابیگرهایی که برای جمهوری اسلامی کار میکنن میتونن بهتر لابی کنن برای اون و بگن که بله یک دولت معتدل تری سر کار هستش که میشه باهاش کنار اومد، ممکنه حتی برجام احیا بشه
و سیاست‌هایی در این خصوص رو پیش ببرن که بتونن کمی نفس بکشن، دوباره خودشون رو بازسازی کنن که دوباره بتونن به جنگ‌های نیابتیشون ادامه بدن. کیان آذر، از شما می‌خواستم در رابطه با همین مسئله سوالی رو بپرسم. خب می‌دونیم که سیاست خامنه‌ای و جمهوری اسلامی توی داخل کشور مشخصه، سرکوب مردم، اما از وقتی که پزشکیان هر موقع اصلاح طلبان میان، این مسئله سیاست خارجی جمهوری اسلامی باز مطرح میشه و تغییراتی که ممکنه داشته باشه. ما به طور مشخص دو تا مسئله هسته‌ای و حمایت جمهوری اسلامی از نیابتیاش توی منطقه، اینا محورایی هست که همیشه عامل تقابل جمهوری اسلامی با سایر دولت‌ها و اساساً جامعه جهانی بوده. شما آیا فکر میکنید با اومدن دولت پزشکیان ما ممکنه شاهد تغییراتی توی سیاست خارجی جمهوری اسلامی مشخصا روی این دوتا محور باشیم؟ من صداتون رو ندارم، فکر میکنم میوت هست. قبل از اینکه من بخوام اشاره کنم که مثلا سیاست خارجی جمهوری اسلامی چه خواهد بود، ما باید به این مسئله توجه بکنیم که معضل اصلی جمهوری اسلامی در داخل کشور به یک معنا یعنی مردم ایران هستن، حال که ادامه اون مسئله به ایرانیان خارج کشور هم میرسه، ولی معضل اصلی مردم ایران هستن برای این حکومت و این رو ما به عنوان یک گزاره مهم باید در نظر بگیریم و بر مبنای این هست که به اصطلاح به نظر من تمام فعل و انفعالاتی که توی جمهوری اسلامی صورت میگیره تصمیم گیری میشه و بر ترتیب سعی میکنه که آرایش خودش رو بر این اساس که چگونه بتونه تقابل بکنه با مردم یا مردم رو سرکوب بکنه یا مهار بکنه و به اصطلاح این حکومت بقا پیدا بکنه تصمیماتشون گرفته میشه. حالا در با در نظر گرفتن این مسئله، اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی چه هست، جمهوری اسلامی اساساً یک به اصطلاح هویت غرب ستیز داره و به شکلی که ما در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی تبدیل به یک دولتی و یا حکومتی خواهد شد که سر مماشات با اصطلاح دولت‌های غربی و با غرب رو اتخاذ خواهد کرد، به نظر من این در چشم انداز نیست و بقای جمهوری اسلامی، هویت جمهوری اسلامی، ارکانی که این حکومت رو تشکیل داده برای اینکه بتونه بقا پیدا بکنه، موجودیت خودش رو در ستیز با غرب و به اصطلاح حتی این حالت که شلک و سفون هم بخواد در بیاره، یه جایی بخواد نرمش قهرمانانه هم حتی بکنه که ما چند سال پیش دیدیم که مثلا این کار رو انجام داد، اما دنبال کردن این استراتژی هست که با به اصطلاح غرب ستیز باشه و بر همین مبنا هستش که این نیروهای نیابتی که در منطقه خاورمیانه داره رو تغذیه میکنه، اونها ادامه دهنده سیاست‌های جمهوری اسلامی هستن. از این سر میخوام بگم که جمهوری اسلامی تغییرات خیلی خیلی عجیب و غریبی درونش اتفاق نخواهد افتاد و سعی میکنه که به اصطلاح با پیشبرد همین خط مشی که تا الان داشته، حالا با یک تغییرات جزئی چه کار بکنه، به اصطلاح به زیست خودش ادامه بده. خط اصلی که در جمهوری اسلامی هست که خامنه‌ای و سپاه پاسداران جلو میبرن، این حاکم هستش بر کلیت جمهوری اسلامی و حتی اگر بخوایم فرض هم بگیریم که فرضاً این پزشکیان و دولتی که تشکیل میده بخواد گرایش دیگه ای رو دنبال بکنه، این منجر به نهایتاً یک سری درگیری هایی میشه که در نهایت دولت پزشکیان باید تسلیم سپاه و خامنه‌ای بشه. ولی در کل اشاره میخوام بکنم که تفاوت آنچنانی ما شاهد نخواهیم بود که مثلا به صورت زیربنایی و به صورت خیلی کلان اتفاقی برای سیاست‌های جمهوری اسلامی در سطح خاورمیانه یا در سطح جهانی در روی کردش با غرب اتفاق بیفته. بله، و اما سوال نسبتا مشابه از شما شادی امین، بیشتر روی سیاست خارجه متمرکز شدیم، کمی هم به داخل بپردازیم، این پزشکیان دولتش رو تشکیل بده چه اتفاقی میفته، شما چه چشم‌اندازی رو اساسا برای دولت پزشکیان و اصلاح طلبا میبینید و فکر میکنید عملکرد احتمالیشون تو حوزه‌های مختلف اقتصادی سیاسی چطور خواهد بود؟ ببینید، اول من با توجه به اینکه به شک ما اصلاح طلبی و به مفهوم اصلاح طلبی، حالا نه با اون مفهوم در واقع سازندگی که در دوره رفسنجانی ازش اسم می‌بردن،
به مفهوم در واقع اصلاح طلبی، یعنی خواهان یه سری تغییرات در قوانین، در ساختار، در مراحل اجرای قوانین و غیره وجود داره در این حاکمیت که بخش قوی هم بوده طی سالهایی. و این اصلاح طلبی در واقع به نظر من توسط اصولگرایان، توسط رهبری جمهوری اسلامی، توسط همون ساختاری که فرزندان خودشو میخوره سالپاس خورده شده. واقعیت اینه که چیز زیادی از اصلاح طلبی در جامعه ایران نمونده. چرا اینو میگم؟ بله حسن، کسانی مثل ظریف که وقتش باشه با در واقع کنار اصولگرایان هم میسته با همین جدیت برای دفاع از جمهوری اسلامی، کنار قاسم سلیمانی ایستاد، کنار بسیاری دیگری ایستادن و حالا هم در واقع کنار پزشکیان ایستادن. ببینید برای من مهمه بگم اصلاح طلبی زمانی جریان تأثیرگذار در جامعه ایران بود که در بدنه اجتماعی حضور داشت. ما در شاهد بخش وسیع از دانشجویان بودیم که با این ایده خودشون رو تعریف میکردن. ما در جاهای دیگه دائم با گرایش اصلاح طلبی به طور جدی به عنوان یه جریان سازمان یافته و مؤثر روبرو بودیم. از دی 96 و بعد آبان 98 این جریان رسما زمین خورد و اساسا در انقلاب ژینا به ویژه کاملا در واقع وجاهتش رو در سطح اجتماع از دست داد. قطعا بخشی هستن که هنوز در حاکمیت مشغول خوردن هستن، در فساد دولتی نقش دارن، از در واقع منافع اقتصادی معینی برخوردار هستن. پزشکیان هم جزو همین سریه، جواد ظریف هم جزو همین سریه، اینها همشون دارای سرمایه های وسیع هستن که از قبل جمهوری اسلامی بهش دست پیدا کردن و سیاست اقتصادی اینها همه در یک جهته. ببینید در دولت های مختلف ما از دولت احمدی نژاد داریم این سیستم در واقع فساد درون آشنایان، فامیل ها که بیارن بذارن سر کار، هر بارم اون جناحی که به اصطلاح در اپوزیسیون قرار میگیره افشا میکنه. اون موقع در دوره احمدی نژاد طرفدارای موسوی و بازماندگان از قدرت افشا میکردن، در دوران روحانی طرفداران اصولگرایان دزدی و فساد دولتی رو افشا میکردن. به همین دلیل از لحاظ اقتصادی انتظار این که تفاوتی ایجاد بشه، ببینید، به دلایل گوناگون ممکن نیست. اقتصاد ایران یک اقتصاد بیماره و دولت ایران یک دولت غرق در فساد هستش. خود دولت ایران با تحریم‌های اقتصادی که داره اعمال میشه و حتی اگه بخوان ورش دارن سالها طول میکشه قادر نیستن. ببینید هر قسمت ایران رو به یک جایی فروختن، تمام معادن طلای منطقه آذربایجان داره با روسیه در واقع با کمک روسیه با 50% برداشت مستقیم در واقع برداشت میشه. یعنی بسیاری از جاها رو ما نما میکنیم میبینیم دولت های دوست و برادر اینا سهم کشی کردن، از گاز گرفته تا منابع دیگه دارن میبرن. به همین دلیل من فکر نمیکنم نه اساسا اراده‌ای برای تغییر در وضعیت معیشتی مردم وجود داشته باشه، نه شانسش وجود داره. میلیون ها بیکار، فقر وحشتناک، صنایعی که از کار افتاده و فرتوت، شما هلیکوپتر رئیسی رو نگاه بکنین به بقیه وضعیت این جامعه پی میبرین. برای همین من فکر میکنم در سری سرکوب زنان، سرکوب آزادی بیان و اندیشه شهروندان مثل تاکنون این دولت با زور با ایجاد روب و وحشت پیش خواهد رفت و من هیچ گونه امیدی برای اینکه در واقع تغییر ایجاد بشه که بشه حداقل خوشحال شد که کسانی که با امید رأی داده بودن امیدشون برآورده شد ندارم. بله، خب تا اینجای برنامه هم انتخابات رو بررسی کردیم تا حدودی و هم وضعیت دولتی که سر کار اومده و تغییرات احتمالی که توی جبهه دشمن مردم ایران جمهوری اسلامی احتمالاً به وجود میاد. اما اینجا میخوایم جبهه مقابل، یعنی جبهه مردم رو هم نگاه بکنیم. بالاخره یه اتفاقی افتاده، رئیسی به هلاکت رسیده، انتخاباتی رو برگزار کردن و یه نفر رو از جبهه اصلاحات آوردن سر کار به اسم رئیس دولت. چه اتفاقی برای جبهه مبارزات مردم میفته؟ چه چالش ها و موانعی وجود داره؟ کمی اگر موافق باشین روی این مسئله هم خم بشیم. شادی امین،
این قسمت رو دوست دارم با شما شروع کنیم. شما فکر می‌کنید خب تو این دوره‌ای که الان وارد شدیم بعد از انتخابات جمهوری اسلامی، شما توی بخش اول پاسختونم سوال اول اشاره‌ای هم داشتین به یکی از موانع، شما فکر می‌کنید الان مهمترین چالش‌ها و موانعی که پیش روی مردم ایران و اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی هست چیه و روی چه مواردی باید الان بیشتر از همه تمرکز کرد؟ من واقعیت اینه که تحلیلم راجع به اوضاع سیاسی رو از با تمام وجودم فکر می‌کنم تحلیل تجربی ما آنچه که گذروندیم بسیار کمک می‌کنه که بتونیم از زمان حال و آینده رو راجع بهش حرف بزنیم. واقعیت اینه که به نظر من درد امروز جنبش جن جیان آزادی، زن زندگی آزادی و اساساً جنبش اعتراضی در ایران عدم داشتن سازماندهی وسیع در واقع کارگری به ویژه و کسانی که در تولید و توزیع سهیم هستن هست. این به این معنی نیستش که تشکل‌های اولیه وجود نداره و کار نمی‌کنه. الان ما شاهدیم ده‌ها مرکز تولیدی در اعتصاب هستن، ولی این به هم پیوستگی اینها به عنوان یک تشکل سراسری کارآمد که بتونه خودش رو از زیر ضرب دستگاه سرکوب عمد و در امان نگه داره، یعنی در واقع به شیوه های کار مخفی علنی واقف باشه، اعتقاد داشته باشه در وهله اول و نه اینکه در خدمت در واقع حضور علنی خودش رو در معرض آسیب دستگاه سرکوب قرار بده. یکی از موضوعات. نکته بعدی اینه که متاسفانه اپوزیسیون خارج از کشور، اپوزیسیون چپ و انقلابی نتونسته نقشی که باید بازی بکنه، گفتمانسازی جدی تری بکنه و بتونه از دست در واقع جنای راست افراطی فاشیستی که داره ذهنیت سازی میکنه از نوستالژی بسیار بسیار توهم برانگیز و دروغین استفاده میکنه برای اینکه جامعه رو بهش اجازه حتی فکر کردن به آلترناتیو دیگری ندهد، یعنی تمام فضای اجتماعی رو کردن خانواده سلطنتی و گویا همه مثل اینا میشن اگه فردا انقلاب بشه و رضا پهلوی بیاد سر کار، همه میرن اسکی، همه دیگه تو کاخ زندگی میکنن، همه ماشینای آنچنانی دارن، همه سگشون رو میگیرن تو حیات کاخ نیاوران باهاش میدوئن. تصویری که ارائه میشه گویا خانواده سلطنتی یعنی همه مردم ایران و توضیح نمیدن که بابا خانواده سلطنتی قرار بوده روی درآمد و مالیاتی که شما میپردازین زندگی انگلی بکنن و میکردن کما اینکه و بدون اینکه دستشون رو یک روز به یک کاری آلوده بکنن. اینه که به نظرم ضعف اینور اینه که نتونسته این گفتمان رو به طور جدیتر، من انتظاراتم خیلی بالاتره، من حتی اینکه بتونه امروز در فضای مجازی بیان و در تنگنا قرار بدن نگاه مترقی و با تاریخ چپ رو در عرصه سیاسی به نظر من ضعف است و نباید بهش اجازه داد. اینه که این گفتمان رو ما نتونستیم اونطور که باید باش برخورد بکنیم و دلیلش اینه که چپ نتونسته مشترکن در این رابطه حرکت کنه و فقط چپ نیست، جنبش زنان هست در تمام جنبش جنجیان آزادی. ما دیدیم که زنان اکتیوی که قبلا در خارج از کشور فعال بودن بخش زیادیشون ساکت بودن. اینها نکاتیه که نمیگیم برای اینکه بگیم ما هیچ نکرده ایم یا هیچ نمیتوانیم بکنیم، اینه که این درس رو بگیریم که نکته اصلی در واقع داشتن یک آلترناتیو متشکل و قدرتمنده که بتونه گفتمان سازی بکنه، بتونه رهنمود بده در داخل و در داخل هم موضوع در واقع مقابله با دستگاه سرکوب و دستگاه امنیتی هستش که به جدیترین موزل در روزهای آینده و ماهای آینده باز هم بدل خواهد شد. شادی همین، امیدوارم بازم فرصت بشه در انتهای برنامه که یک سوال دیگر هم کوتاه با شما مطرح کنم در رابطه با اون مورد اولی که گفتیم، مسئله تشکل سازی، اینکه چجور میشه به این فاکتور سرکوب فائق اومد از نظر شما تو شرایطی که برای فعال کارگری حکم اعدام میبرن. اما کیوان صمدی، شما این دوره پیش رو چطور میبینید بعد از انتصابات جمهوری اسلامی؟ فعالین و دستندرکاران انقلاب زن زندگی آزادی، نیروهای سیاسی اساساً محورها و جبههای اصلی مبارزهشون رو چه باید ببینن و روی چه موضوعات متمرکز بشن؟
خب ببینید، اصلا بازگشت اصلاحات نتیجه ناکارآمدی اپوزیسیون بوده. اینکه ما نتونستیم اونطور که باید مردم رو قانع کنیم به سازماندهی و دیگر مواردی که برای یک انقلاب نیاز هستش، باعث شده که جمهوری اسلامی از کارت اصلاح طلبی استفاده بکنه تا عمر خودش رو طولانی تر بکنه و ما رو بیشتر مسخره کرده در این مورد، چون فکر میکنه که اینجوری تونسته اون اکثریتی هم که تقریبا ناراضی بودن رو دوباره سمت خودش بکشونه با آوردن یک رئیس جمهور اصلاح طلب. این تفکری که جمهوری اسلامی الان به این موضوع داره. اما اون تفکری که ما باید داشته باشیم برای ادامه این جنگ، میشه گفت بیشتر در وهله اول اتحاد بین نیروهای چپه و دوم اتحاد با نیروهای غیر فاشیستی که حالا یک تفکرات میانه دارن یا تفکراتی دارن که میشه باشون کار کرد در برابر دولت و اپوزیسیون فاشیستی که مخالف این موضوع هستن. چرا که ما تنها در صورتی میتونیم این انقلاب رو پیروز بشیم که بتونیم تفکرات رادیکال رو سازماندهی کنیم. ما نمیتونیم با تفکرات فاشیستی انقلاب کنیم، چون چیزی که از آن حاصل میشه چیز بسیار خطرناکتر و بدتری از جمهوری اسلامی خواهد شد. برای همین من فکر میکنم که در این لحظه‌ای که اتفاق افتاده ما نیاز به گفتگویی داریم که باید خیلی زودتر شروع میکردیم، اما خب فکر میکنم الان هم میشه این گفتگو رو شروع کرد و میشه بیشتر اون چیزی که تحت عنوان اتحاد بین نیروهای رادیکال ازش صحبت کرد اینو بیشتر باز کنید، چون خیلی مفاهیم اینجا با هم خلط میشن، از ائتلاف گرفته تا وحدت عمل، همکاری و مواردی از این دست رو شامل میشه. شما مشخصا منظورتون چه رویکردی هست که باید داشته باشیم در این زمینه؟ خب ببینید، ما از لحاظ فکری که نمیتونیم متحد بشیم، چون موقع یک دیکتاتوری رو ساختیم که تک حزبیه. منظور من از متحد شدن و ائتلاف کردن بر سر سقوط جمهوری اسلامی، ما سر این موضوع توافق نظر داریم و هر کدوممون هم تجربه هایی داریم که میشه در کنار همدیگه قرار داد برای یک حکومتی که داره از تجربه 45 سالش علیه ما استفاده میکنه. جمهوری اسلامی با وجود تمام اختلافاتی که در داخل خودش داره بر سر مبارزه با ما و ضربه زدن به اپوزیسیون متحده. یعنی چه اصلاح طلب باشن چه اصولگرا باشن، سر حفظ نظام با کسی شوخی ندارن و هر تلاشی رو میکنن که نظام رو حفظ کنن. پس چرا ما در مقابل اونها، یعنی مقابل به مثل نکنیم و هر چه که در توان داریم رو در کنار هم دیگه به کار بگیریم تا بتونیم اونها رو حذف کنیم و همچنین اون بخش فاشیستی اپوزیسیون رو که به وجود دیگری اصلا باور نداره و احتمالاً در نهایت یک چیزی مثل رستاخیز رو درست کنه و بگه که خب بیایید در این حزب عضو بشید و تمام شد و اینم حزب دیگه، گفتید ما حزب میخواستیم اینم حزب. ما با این مشکل داریم. پس خب وقتی دو مشکل مشابه داریم جلومون، میشه از اون اختلاف نظرها و اون اختلافات فکری که بینمون هست در این لحظه در این وهله حرف نزنیم، یا اگر حرف میزنیم اینطور باشه که به صورت دموکراتیک باشه که همدیگر رو بپذیریم، نه حذف کنیم همدیگر رو برای یک دشمن مشترک. و فکر میکنم که این رو مادران دادخواه به خوبی انجام دادن، مادران دادخواهی که فرزندانشون با هر تفکر سیاسی بودن اما اکنون کنار همدیگه ایستادن بر علیه جمهوری اسلامی بیانیه میدن.
خب نکات مهم و جالبی رو بهش اشاره کردید. میدونم که میشه اصلا خود همین چه باید کرد تو دوره حاضر و موانعی که داریم رو اصلا یه برنامه جداگونه روش بدیم و ساعت‌ها میشه روش متمرکز شد، اما دقایق پایانی برنامه هستیم. کیان آذر، از شما هم در رابطه با همین مسئله میخوام بپرسم، شما فکر میکنید تو دوره پیش رو اون محورها و اقداماتی که باید روش متمرکز بشیم تو انقلاب زن، زندگی آزادی، نیروهای اپوزیسیون چه نکاتی رو باید مد نظر داشته باشن؟ نظر شما در این رابطه چه هست؟ من نکته که دارم این هستش که ما یه پروسه رو اومدیم تا الان جلو و باید این رو به رسمیت بشناسیم. ببینید جامعه ایران، بخش عظیمی از جامعه ایران یک انتخاب چپ کرده. وقتی انقلاب داره میکنه، انقلاب اساساً یه پلتفرم چپ آمدن در خیابان به صورت توده‌ای بر سر مسئله قدرت سیاسی و جدال با حکومت برای سرنگونیش، که این اتفاق در ایران افتاده در مقابل نسخه های دیگری که اصلاحات، رژیم چنج، رفراندوم و بعد چیزایی که راست اساساً در مقابل جامعه میگذاشت، جامعه این کارو نکرد. یه واقعیتی و اتفاق افتاده که ما باید این رو به رسمیت بشناسیم و این فقط الان هم منظورم نیست. ما الان حدوداً دو روز پیش سال روز تیر 78 بود، ما 88 رو داشتیم، بعد 96 رو داشتیم، 98، یعنی یک روندی رو جامعه برای سرنگونی جمهوری اسلامی طی کرده و الان ما توی یک به اصطلاح از شهریور 1401 انقلاب زن زندگی آزادی کلید خورده، داره جامعه توی یک شرایط انقلابی داره تلاش میکنه که جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه. این واقعیت موجود هست و توی این شرایط ما شاهد هستیم که جمهوری اسلامی انتخاباتی برگزار کرده مثلا، که وقتی ما به این مضحک نگاه میکنیم میبینیم که این حکومت درمانده و درب و داغون شده از طرف جامعه و به اصطلاح ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم بخش عظیمی از مردم، بخش وسیعی از مردم توی این انتخابات شرکت نکردن و همونطور که گفتم نه تنها شرکت نکردن بلکه اومدن گفتن رأی ما سرنگونی، انتخاب ما زن زندگی آزادی هستش و این واقعیت موجوده. ما با حکومتی طرف هستیم که تمام به اصطلاح بخش های خودش رو گرفته و یک درگیری شدیدی درون این حکومت اتفاق افتاده و حکومتی در هم پاشیده پراکنده. و یک نکته اینجا مهم هست، ما وقتی که در مورد جمهوری اسلامی و یک حکومت داریم صحبت میکنیم، این حکومت از طریق مزدوری ارگانهایی داره که از طریق مزدوری دست سرکوب میزنه، جامعه رو سرکوب میکنه، از طریق اعدام، بازداشت، شکنجه، تجاوز سعی میکنه خودش رو سرپا نگه داره. از اون طرف یک انقلابی در جریان هستش که این انقلاب هم به این حکومت تحمیل شده و هم به جریانات دیگه‌ای که در مخصوصا در راست قرار دارن، یه بخشی از راست هستن، اینها انقلاب بهشون تحمیل شده و سعی میکنن که مدام به اصطلاح این پدیده تحمیلی رو هضم بکنن. ما با این واقعیت الان روبرو هستیم و اگر این رو به اصطلاح به رسمیت نشناسیم، امکان داره آدرس‌های غلطی در رابطه با اینکه چه کار باید انجام بدیم بکنیم. من همین الان فکر میکنم که ما گام‌های اساسی رو برداشتیم در رابطه با این مسئله که انقلاب ما نیاز به یک رهبری داره، یک رهبری که در این جهت توی مثلا دو سال گذشته که الان داریم به دومین سالگرد شروع این انقلاب نزدیک میشیم، میبینیم که هم یک تکثری توی جامعه ایران و توی این انقلاب به وجود اومده و هم یک پالایشی داره صورت میگیره که نیروهای ضد انقلابی، نیروهایی که به اصطلاح ضد منافع مردم هستن، دارن پالایش میشن، دارن حاشیه میشن. توی این راستا در رابطه با همین انتخابات اگر بخوام مثال بزنم، ما با یک به اصطلاح پدیده روبرو هستیم که گروه ها، تشکل ها، کلکتیو ها، سازمان ها و احزاب سیاسی که در راستای این به اصطلاح انقلاب زن زندگی دارن فعالیت میکنن، دارن یک شورا مانندی رو به وجود میارن از داخل ایران تا خارج ایران که اینها مثل اون پدید مثل شورایی که شورای رهبری این انقلاب باشه که جهت افق‌دهی و حتی در گام‌های بعدی ما در ماه‌های بعد با این مسئله روبرو خواهیم بود که بتونه اون مسئله خلأ رهبری که الان وجود داره رو پر بکنه، که اون نکاتی هم که شادی بهش اشاره کرد در همین
جهت توی مخصوصا دو سال گذشته به این طرف گام هایی برداشته شده در جنبش کارگری، در جنبش های دیگه که با حتما باید ارتقا پیدا کنه، حتما باید تکامل پیدا بکنه، ولی نکته ای که وجود داره این هستش که ما در این جهت داریم گام برمیداریم و این قسمت به اصطلاح که گفتم که سر انقلاب یا مغز انقلاب اصطلاحا نامیده میشه داره به وجود میاد، آناتومی انقلاب داره ساخته میشه و ما توی این پروسه هستیم و زیاد هم به نظر من نباید نگاه به شبکه‌های اجتماعی بکنیم. واقعیتی که در جامعه ایران و در به اصطلاح خیابان‌ها وجود داره متفاوت هستش با آن چیزی که با پروپاگاندا در بخشی از رسانه‌ها یا در به اصطلاح شبکه‌های اجتماعی از طریق تبلیغات یه جریان با پمپاژ کردن به وجود میاد با واقعیت توی خیابان متفاوت هست. واقعیت توی خیابان کاملا داره نشون میده که به اصطلاح ما توی اون پروسه درست داریم حرکت میکنیم، حتما باید نقاط ضعف و کمبودامون رو به اصطلاح پوشش بدیم، باید به اصطلاح برطرف بکنیم و در این جهت جامعه داره گام برمیداره. همین عرض اندام گروه‌ها و تشکل‌ها و سازمان‌ها توی مسئله انتخابات با بیانیه‌های فراوانی که دادن از داخل کشور مخصوصاً نشون‌دهنده این اصطلاح چشم‌انداز هستش. از عرض شما تشکر میکنم، سوالات بزرگی جلوتون میذارم و وقتی که پاسخ میدیم مجبور هستم با بله هم هی جلوتون بگیرم که تایم رو بالا نزنیم. متشکر از عرصه شما که ایوان صمدی از بازداشت شدگان و آسیب دیدگان انقلاب زن زندگی آزادی شادی امین پژوهشگر و مدیر شبکه شش رنگ و همینطور کیان آذر دبیر سازمان جوانان کمونیسم. همینطور بینندگان گرامی امیدوارم موضوعی که به بحث گذاشتیم با این سه شرکت کننده مورد توجه شما هم واقع شده باشه. نظراتتون رو در رابطه با همین موضوع از طریق راه تماسی که روی اسکرین میبینید در تلگرام یا واتساپ با ما به اشتراک بذارید. در اینجا من میثم عتیق به همراه سایر دستاندرکاران همه شما رو به شبها و روزهای خوش میسپارم.